آقای زعاب، همونجور که شما اشاره کردید خیلی از تیم‌های ایرانی تحت نظارت یه نهاد یا سازمانی هستن یا کارخونه‌های دولتی مخارجشون رو تأمین می‌کنن، ولی دو باشگاه محبوب و پرطرفدار تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال اینها مستقیما زیر نظر سازمان تربیت بدنی هستن، یعنی وابسته به دولت ایران. آیا چنین نمونه ای در فوتبال مدرن امروز جهان جایی داره؟ واقعا اداره این دو باشگاه از دید شما چه حالتی در یه لیگ حرفه‌ای داره؟ ببینید باشگاه ها مثلا در اسپانیا، خود شما بهتر واردید، باشگاه های فوتبال به خاطر محبوبیت این ورزش از یک جریان های سیاسی حمایت میکنن. مثلا کاتالان ها و رویالیست ها در اسپانیا به عنوان مثال، یا انتر میلان و ای سی میلان در ایتالیا. ببینید عقیده من بر این هستش که چون نقطه داغ و حساس فوتبال ایران همون پرسپولیس و استقلال هست، این رو زیر کنترل مستقیم دفتر ریاست جمهوری و سازمان تربیت بدنی قرار دادن، به خاطری که خود شما میدونید که رئیس سازمان تربیت بدنی در واقع معاون رئیس جمهور هست. بنابراین این دوتا رو دیگه نذاشتن که حتی یک رابطه هم بینش باشه، حالا یک سرداری باشه در یک به قول معروف دو فاکتو دو مرحله ای بشه. این ازش که این مستقیما اداره میشه و پرسپولیس و استقلال رو اتفاقا دارن از بین میبرن به نظر من، یعنی با یک حالا یا ناشیانه یا از سهویس یا عمدی یک کاری دارن میکنن که پرسپولیس و استقلال اون محبوبیت خودشون رو در میان جامعه از دست بدن، که البته بیراهه دارن میرن. و دلیلش هم این هستش که شما ببینید که هر زمانی که این دو تیم به مقام قهرمانی میرسن و یک موفقیتی به دست میارن، بلافاصله سال بعد هیئت مدیره تغییر میکنه، مدیر عامل تغییر میکنه، سرمربی میره و یک داستان دیگه در صورتی که تداوم و ثبات خودش زمینه موفقیت های بعدیه. بنابراین یه ترمزی رو همیشه دارن که این دو تیم بیش از اندازه بزرگ نشن و هرچه میتونن از این درخت تناور و تنومند بزنن شاخه هاشون. ظرف سالهای گذشته مسئولین ورزش ایران بارها اشاره کردن که قصد دارن فوتبال رو خصوصی بکنن و پای سرمایه گذاران و بخش خصوصی به فوتبال باز بشه، ولی واقعا با شرایط موجود هیچ سرمایه گذاری حاضره بیاد در فوتبال ایران به نظر شما حاضر بشه و به اصطلاح تیمی بخره یا تیمداری کنه؟ ابدا. ببینید یک سیستم بدی درست کردن به خاطر همین کنترل دولت که در این چند سال، حداقل ما همین 10 سال اخیر رو میگیم که لیگ برتر به اصطلاح حرفه‌ای ما داریم، که ببینید نه قرارداد تلویزیونی در کار، حتی AFC مداخله کرد و گفت که اگر شما این کارها رو نکنید، که یکی از مواردی که تذکر دادن این استش که باشگاه‌ها چرا قرارداد تلویزیونی ندارن، پخش تلویزیونی ندارن، اگر اینها نباشه و اسپانسرشیپ هم همش به اشاره و ایما و زد و بندهای پشت پرده باشه، چطور میتونه در این دنیای اقتصادی یک فوتبالی که در ایران هست دوام بیاره زیر نظر بخش خصوصی؟ شما ببینید قیمت بلیط‌های امسال رو که تعیین کردن، بلیط های طبقه دوم ورزشگاه آزادی رو که من بهش میگم ورزشگاه 100,000 پسری رو، از 1 دلار به 2 دلار ترقی دادن، بالا بردن، و با قسمت پایین رو بهترین جای ورزشگاه الان 8 دلار قیمت داره. شما ببینید در کجای دنیا با این پول میشه حقوق های 700-800 میلیون تومانی داد، 700-800,000 دلاری به بازیکن ها داد، و هزینه نگهداری زمین، استادیوم، نمیدونم مسائل مختلف، اردوها، تمرین، مربیان، همه اینها. پس بنابراین این فوتبال پولی در نمیاره، و چون فوتبال از نظر کیفی هم پایین هست و در صحنه قاره‌ای و بین المللی هم موفقیتی به دست نمیاره، اسپانسری هم نمیاره. بنابراین مگر یک سرمایه گذاری، معذرت میخوام، دیوانه است که بیاد بره سرمایه گذاری کنه در رشته فوتبال؟ اگر پولش رو بذاره تو بانکای ایران 24% بهره میگیره، چرا بره توی اینداستری فوتبال سرمایه گذاری کنه؟ آقای زهاب، به همین مقوله درآمدزایی بپردازیم. خب در کشورهای بزرگ و پیشرفته یکی از مهمترین ارکان کسب درآمد واسه تیم‌های فوتبال همین حق پخش تلویزیونی هست، ولی در ایران چنین وضعیتی وجود نداره و به اصطلاح زور باشگاه تا حالا به صدا و سیما نرسیده، یا اگرم خب پولی صدا و سیما میپردازه ظاهرا خیلی مبلغ کمیه. دلیلش چیه؟ چرا صدا و سیما هیچ پولی به باشگاه ایرانی نمیپردازه و اونها هم توان مقابله با صدا و سیما رو ندارن؟ آقای مکری، مثل این میمونه که من یه مقدار پول داشته باشم از این جیبم بردارم بذارم تو اون جیب دیگه. شما ببینید سازمان تربیت بدنی که قیم، حالا فقط راجع به پرسپولیس و استقلال صحبت میکنیم، قیم و نمیدونم حاکم بر سرنوشت دو باشگاه محبوب تهرانی است. خب
اگر پرسپولیس استقلال بخوان قرارداد تلویزیونی ببندن، سازمان تربیت بدنی از بودجه دولت به این دو باشگاه هر سال بودجه میده، بعد اینها بیان به خاطر پخش تلویزیونی از سازمان صدا و سیما هم پول بگیرن. خب میتونن همین کاری که دارن میکنن دیگه. خب صدا و سیما اصلا از همون مجرای دولت به اینا بده، سازمان تربیت بدنی بده، معنی نداره اصلا. یعنی اصلا میدونی صورت مسئله رو پاک کردن. یعنی به دنبال جوابش ما نباید بگردیم. یعنی تمام ساختار این فوتبال باید زیر رو بشه، بیاد پایین، دولت دستش رو قطع بکنه از این ورزش تا بتونه این به سرانجام برسه، وگرنه همه چیش به مسخرگی کشیده شده. حقیقتا اینو خدمتتون عرض بکنم، وقتی من این ماجرای قرارداد تلویزیونی رو، پخش تلویزیونی رو میخوندم که AFC اومده بود فشار می آورد، گفتم آخه چطور میتونن این موزر رو حل کنن؟ آخه این بالاخره سرنخ این پول پیدا میشه، اینا همش از یک مجراه داره میاد، اینا مجرای متفاوتی نداره. متوجه عرض بنده میشید حتما؟